تشکر از اینکه وقتی که در اختیار خبرخواهی قرار میدیم. میخواستیم ببینیم که آیا وزارت خارجه در جریان حمله موشکی سپاه به مواضع داعش تو دیروزور بوده یا نه، اصلا که در واقع آیا موافق این عملیات بود؟ وزارت خارجه هر جایی که در واقع با توجه به وظایف ذاتی که داره و حضوری که در مسائل کلان کشور داره، هر جایی که نیاز باشه در واقع در جریان اخبار و مسائل قرار میگیره. بعد آقای قاسمی، با توجه در موقع به حالا مسئله مختلفی در رابطه آقای ظریف و سردار سلیمانی چند پیش از توی در واقع یکی از فعالین مطرح شده بود، میخواستیم ببینیم که در واقع رابطه آقای ظریف و سردار سلیمانی رو برامون بفهمیم که چه رابطه ای هست. گاهی بعضی ها فکر میکنم خیلی غیر مسئولانه و از سر جهل و ناآگاهی سخنانی رو بر زبان میارن که نه به نفع کشور هست نه به نفع مصالح مردم، و آن چیزی هم که در مورد روابط جناب آقای سلیمانی و جناب آقای ظریف گفته شده بود فکر میکنم خیلی از سر ناآگاهی بود. اونقدر که من میدونم و در جریان هستم، روابط آقای دکتر ظریف و سردار سلیمانی یک روابط بسیار تنگاتنگ و صمیمانه و با یک روحیه بسیار مثبت و سازنده با هم همکاری میکنن و این نیاز کشور هست که در واقع این دو بزرگوار در تماس دائم باشن و با هم رایزنی و مشورت داشته باشن، و فکر میکنم روابط بسیار خوبی وجود داره و عمدتاً روابط خوبی بین وزارت خارجه و سایر نهادها و به خصوص بخش نظامی وجود داره. آقای قاسمی، چند ماه تقریباً بوده دو ماه آینده آقای دکتر روحانی کابینه‌شون رو معرفی می‌کنن. فکر می‌کنم آقای دکتر ظریف تو کابینه 12 هم با عنوان وزیر خارجه باشن. به هر حال کارنامه سیاست خارجی آقای دولت آقای روحانی و وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه روشن هست، یعنی در افکار عمومی و در سطح جهانی هم این رو میشه دید، ولی به هر حال فکر میکنم بهتره در مورد کابینه و چینش کابینه صبر بکنیم تا زمان خودش که در واقع اعلام خواهد شد منتظر بمونیم، ولی به هر حال فکر میکنم یکی از برجستگی های دولت جناب آقای دکتر روحانی موضوع سیاست خارجی و روابط خارجی و شخص وزیر خارجه بودند. خیلی متشکرم.